26مین روز مهر ماه برابر با 18 اکتبر سال 1308 خورشیدی برابر با 1929 میلادی، زادروز شاعر ترکمن کریم قربان نفس نامور، مشهور به مخدوم قلی معاصر که در روستای ییلانلی از توابع بخش گوک تپه ترکمنستان متولد شد. او شاعری نوپرداز، مترجمی توانا و روزنامه نگاری نکته سنج بود و با کار در یکی از نشریات دولتی و قلم فرسایی در آن و نیز در اثر همکاری نزدیک با مترجمان و نویسندگان مشهور ترکمنستان در زمینه ادبی به تجارب گرانقدری دست یافته که موجب نبوغ و درخشش ادبی او شده است. از جمله فعالیت‌های ادبی او ترجمه است. وی علاوه بر ترجمه بیش از 20 کتاب از زبان مادری خود به دیگر زبان‌ها، آثار شه پتتوف، قه کنیه، جه پودار را به زبان خود ترجمه کرده است. سال 1310 خورشیدی برابر با 1931 میلادی، در گذشت توماس آلوا ادیسون، مخترع آمریکایی که در ایالت اوهایو در آمریکا به دنیا آمد. او تنها 3 ماه برای تحصیل به مدرسه رفت و از آن پس تحت تربیت مادرش قرار گرفت. ادیسون از کودکی فکری خلاق و پشتکاری فراوان داشت. از این رو تصمیم گرفت که مسیر زندگی خود را در راه ارتقاء علم و دانش قرار دهد. تحقیقات علمی ادیسون از 10 سالگی او آغاز شد و او وقتش را در مطالعات و اختراعات علمی صرف می کرد. وی از طریق چاپ و انتشار روزنامه در قطار هزینه آزمایش‌های خود را به دست می آورد. ادیسون مردی شگفت‌آور، پرکار و کمخواب بود. چون از کار روزانه دست می کشید، مطالعات علمیش را درباره برق دنبال می کرد و گاه تا سپیددم بیدار بود. دامنه فعالیت و کار او آنچنان گسترده و زیاد بود که گاهی 20 ساعت در روز کار می کرد و بر این عقیده بود که حداقل در هر 10 روز یک اختراع جدید عرضه نماید. این اعتقاد سرانجام جامعه عمل پوشید و او در طی عمر پربار علمی خود صدها اختراع را به انجام رساند. سال 1380 خورشیدی برابر با 2001 میلادی، گشایش موزه محمود فرشچیان. گشایش موزه محمود فرشچیان در مجموعه فرهنگی سعدآباد تهران. محمود فرشچیان که در اصفهان دیده به جهان گشوده، از 7 سالگی نزد استاد حاج میرزا آقا امامی شروع به تعلیم گرفتن نمود و پس از چندی به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان رفت و تحت تعلیم استاد عیسی خان بهادری که خود شاگرد کمال الملک بود قرار گرفت و با رموز رنگ‌ها، ابزار نقاشی و زیر رنگ آشنا شد و با قرار دادن موی گربه سفید در انتهای پر کبوتر قلمموهایی ساخت که تا به امروز در نقاشی و ظریف کاری از آن استفاده می شود. اشتیاق به آموختن وی را ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا کشانید و با حفظ هویت ایرانی توانست شیوه کار خود را غنا ببخشد. ساختمان موزه استاد محمود فرشچیان در مجموعه 110 هکتاری سعدآباد یک بنای قاجاری است که با وسعتی در حدود 600 متر مربع برای مدتی محل اسکان رضا شاه به همراه همسر چهارمش ملکه عصمت بوده است. این موزه در حال حاضر بیش از 50 اثر از وی را در خود جای داده است.